تا حالا میدونستی انگلیسی زبان ها توی مکالمات روزمرشون بیشتر از فریز و های افعال عبارتی استفاده میکنن تا افعال معمولی زبان انگلیسی؟ سلام خوش اومدی به یه ویدیو دیگه تو این ویدیو میخوام سی تو از تا از رایشترین و پرک هاوردترین فریز های زبان انگلیسی رو به یاد بدم که با یاد گرفتنش میتونی کلی توی مکالمه انگلیسی پیشرفت کنی با من همراه باش. تو شروع این مبحث لازم این چند تا نکته مهم رو در مورد فریزال ها بدونی. نکته یک بعضی از فریزال ها به یک مفعول نیاز دارن. به مثال توجه کن. I turned on my phone. I turned on my phone. من گوشیمو روشن کردم. اینجا my phone گوشی من مفعول فعل turned on هست. نکته شماره دو. بعضی از فریزال ورب ها سپربل یعنی جدا شدن یعنی اجزاشون میتونن جداشن و حالا مفعول یا هر عبارت دیگه ای بین اجزای اونها قرار بگیرن I turned my phone on I گوشیم my روشن کردم اینجا my phone که مفعوله بین دو قسمته phrasal verb turned و آن قرار گرفته دقت کنید در طول درسمون فعل هایی که سپرابل یا جدا شدنی هستن رو من با یک حرف اس در کنارشون براتون مشخص میکنم بعضی از phrasal verb ها هم inseparable هستن یعنی اجزاشون نمیتونن جداشن و عبارتی بینشون قرار بگیره نکته آخر بعضی از phrasal verb ها به مفعول نیاز ندارن مثل I woke up I woke up من بیدار شدم wake up wake up definition stop sleeping از خواب بیدار شدن i usually wake up at 6 i usually wake up at 6 ما معمولا ساعت 6 از خواب بیدار میشم به سه حالت فعل wake up توجه کنید present wake up past woke up past participle woken up بچه ها بستگی به زمان فعلی داره که شما داخل جمله میخواین ازش استفاده کنید. به این حالت توجه کنید. Get up. Get up. Definition. Out of bed. یعنی از جا بلند شدن. از تخت بیرون اومدن. I always get up at seven. I always get up at seven. در مکالمات انگلیسی گاهی این دوتا فعل میتونن به جای هم به کار برم و معنی کاملا نزدیکی به هم دارم به این نقطه توجه کنید. Turn on. Turn on. روشن کردن. She turned on her phone. اون گوشیش روشن کرد. I turned on my lamp. من لامپ خودم رو روشن کردم. Turn off. Turn off. خاموش کردن. I turned off the notifications. من نوتیفیکیشن notification رو خاموش کردم. I turned off the heater. من شوفاژ رو خاموش کردم. یه نکته وجود داره یادتون باشه برای الکترونیکس یعنی وسایل الکترونیکی از فعل ترنان و ترناف برای روشن کردن و خاموش کردن استفاده میشه. و هرگز از فعل Open به معنای باز کردن و Close به معنای بستن در این مورد استفاده نمیشه و کاملا اشتباهه. Stress out Stress out Definition Make someone stressed استرس بودن به کسی استرس دادن Interviews always stress me out همیشه مصاحبه ها باعث استرس من میشن studying for exams always stresses me out برای امتحان درس خوندن همیشه باعث استرس من میشه come up with come up with definition to suggest or think of an idea or plan به ایده خاصی رسیدن فکر کردن در مورد چیزی و به راه حل خاصی رسیدن They gave him 10 days to come up with the money he owed. اونا ده روز به اون شخص مهلت دادن تا در مورد پولی که بدهکاره فکری بکنه. The family struggled to come up with the funds for the funeral. خانواده تلاش میکردن تا در مورد هزینه های مرسم خاک سپاری یه راه حلی پیدا کنن. Bring up Bring up definition to start speaking about the topic مطرح کردن ای یک موضوع There are several points I like to bring up at tomorrow's meeting. There are several points I like to bring up at tomorrow's meeting. یعنی نکته های زیادی وجود داره که من میخوام تو جلسه فرد و مطرح کنم. Bring it up at the meeting. این موضوع رو تو جلسه مطرح کن. Stand out. stand out definition to be noticeable because you are different or more impressive بهتر بودن متمایز بودن از بقیه یک سرگردن بالاتر بودن one candidate stood out from the rest یعنی یکی از کاندیداها یا نامزدهای انتخاباتی یک سرگردن از بقیه بالاتر بود بهتر بود look up look up definition to search and find specific information جستجو کردن برای پیدا کردن اطلاعات خاص look it up in a dictionary یعنی اون کلمه رو داخل یک دیکشنری جستجو کن figure out figure out definition to think and find a solution to a problem فهمیدن سر در آوردن We couldn't figure her out. ما نمیتونستیم از کار اون سر در بیاریم. I can't figure out why she did it. من نمیتونم بفهمم چرا اون این کار رو انجام داد. بچه ها یه نکته در مورد فریزال verb figure out وجود داره. بعدش میتونید از کلماتی مثل how به معنی چطور، what به معنی چه چیزی، when به معنی چه زمانی، ور به معنی کجا و هو به معنای چه کسی استفاده کنید و بعد ادامه جملهتون رو بیان کنید. به این مثال توجه کنید. I still can't figure out why my computer is so slow. من هنوز نمیتونم بفهمم که چرا اینقدر سرعت کامپیوترم کمه. دقت کنید اینجا بعد از فریز آور به فیگر اوت من کلمه وای به معنی چرا رو استفاده کردم. Run out of run out of run out of something definition you've used everything you still need more تموم کردن چیزی در حالی که شما هنوز به بیشتر از اون نیاز دارین به مثال توجه کنین I'm running out of time من زمان کم آوردم I might run out of money before the end of the month من ممکنه که قبل از پایان ماه پول کم بیارم pop into, pop into a location. Definition, to enter a place for a short time. سر زدن به جایی برای مدت خیلی کوتاه. I'm going to pop into my friend's office and say hello. من قصد دارم که به دفتر کار دوستم یه سر بزنم و یه سلامی بهش بکنم. Pick up. Pick up. Definition. Collect. By. pick پیکاپ میتونه دو تا معنی داشته باشه یکی به معنای برداشتن شخصی از جایی دنبال شخصی رفتن یکی هم به معنای خریدن چیزی مثال ها I'll pick up my kids from school من میخوام به مدرسه دنبال بچه هم برم Can you pick up some milk on the way home? میتونی سر راهت به خونه یه مقدار شیر بخری؟ Drop off Drop off definition تحویل دادن چیزی رسوندن شخصی به جایی دراپ آف در مورد رسوندن شخصی به جایی دقیقا اپوزیت یا متضاد پیکاپ هست به این نکته دقت کنید I dropped off my kids at school. من بچه هامو تو مدرسه پیاده کردم. بچه هامو به مدرسه رسوندم. I dropped off my suit at the dry cleaners. من کتم رو به خوشویی تحویل دادم. throw away, throw away. Definition, put something in a trash can. دور انداختن چیزی. Yesterday I threw away an old pair of shoes. دیروز من یک جفت کفش قدیمی رو دور انداختم. When are you going to throw away those old magazines? دقیقا کی قصد داری اون مجله های قدیمی رو دور بندازی؟ cut back on cut back on something definition reduce کم کردن کاهش دادن we usually use cut back on about food drink and spending بچا دقت کنید ما معمولا از این فریز اور ورب کات بک اون به معنی کم کردن و کاهش دادن در مورد مثلا مصرف غذا نوشیدنی یا خرج کردن پول یا همچین چیزایی استفاده می‌کنیم Example, I have to cut back on drinking coffee. من باید مصرف قهوه رو کم کنم. If we don't sell more, we'll have to cut back on production. اگه بیشتر نفروشیم باید تولیدمون رو کاهش بدیم. Put up with Put up with someone or something Definition When someone or something is negative but you continue accept it بچه ها دقت کنید این پیدا with به معنای تحمل کردن کسی یا چیزی هستش وقتی شخصی یا چیزی یه جنبه منفی داره اما شما تلاش میکنید که اونو تحملش کنید. Example, I only put up with my roommate because she pays most of the rent. میگه من فقط به خاطر این با هم اتاقیم سازش میکنم، تحملش میکنم که اون بیشتر مبلغ اجاره رو پرداخت میکنه. I cannot put up with the house being untidy. نمیتونم تحمل کنم که خونه کثیف و نامرتب باشه. Bear with Bear with someone Definition Be patient Please wait بچه ها در مکالمات روزمره انگلیسی معمولاً این فریزال ورب bear with به صورت bear with me به کار میره یعنی منتظرم بمون لطفا صبور باش دقت کنید به این مثال bear with me a sec please اینجا میشه لطفا یه ثانیه منتظرم بمون اینجا sec مخفف second به معنی ثانیه هست calm down calm down Definition to stop feeling angry, excited or nervous. To relax. آرام کردن، آرام شدن. این فعل میتونه هم به معنای آرام شدن خودتون باشه هم به معنای آرام کردن شخص دیگه. She was so upset this morning. It took me 30 minutes to calm her down. امروز صبح خیلی ناراحت بود و سی دقیقه زمان برد تا بتونم آرومش کنم. دقت کنید زمین مفعولی her بین دو قسمت کام و دان قرار گرفته. مثال بعدی After the final exam I needed to calm down بعد از امتحان نهایی من نیاز داشتم که آروم بشم. Get back to Get back to Definition To respond to someone via email, phone, message جواب دادن به شخصی از طریق ایمیل، گوشی یا پیام I'll get back to my teacher من باید به معلمم جواب بدم Look forward to Look forward to something Definition To be excited about something in the future بی سبرانه منتظر چیزی بودن مشتاق چیزی بودن در آینده بچه دقت کنید بعد از phrasal verb look forward to ما میتونیم هم از یک noun یعنی اسم استفاده کنیم هم از یه gerund یعنی ing form فعله ing دار استفاده کنیم. به مثال ها توجه کنیم. I'm looking forward to my vacation next month. من بی منتظر تعطیلات ماه دیگم هستم. We look forward to seeing you. ما بی مشتاق دیدار شما هستیم. Catch up on catch up on something definition to do something quickly because you are behind رسیدگی کردن به کارهای عقب مونده وقتی مجبوری با سرعت بیشتری کار کنی در حجم بیشتری کار کنی تا به کارهای عقب مونده برسی به مثالا توجه کن I have to catch up on my homework مجبورم که به تکالیف عقب موندم رسیدگی کنم He usually used the afternoon to catch up on paperwork اون معمولا بعد از ظهرها به کاغذ بازی های اداریش رسیدگی میکرد. Fill out Fill out filling filling Definition To complete a form or document with information تکمیل کردن فرم، پر کردن جای خالی بچه ها در زبان انگلیسی این دوتا کاملا با هم هم معنی هن. تنها تفاوتشون اینه که در انگلیسی آمریکایی بیشتر از fill out استفاده میشه و در دهجه بریتیش بیشتر از فیل به مثال توجه کنید. I filled out this form. I put in my details instead of my sons. من این فرم رو پر کردم. به جای مشخصات پسرم مشخصات خودم رو پر کردم. Please fill in this application if you are interested in the job. اگه به این شغل علاقه مند هستین لطفا این تقاضا رو تکمیل کنین get along with get along with someone definition you have a good relationship and you like each other به معنی کنار اومدم با شخصی ارتباط خوب و نزدیک داشتم با شخصی we get along just fine together ما خیلی خوب با هم کنار میایم i don't really get along with my sister من واقعا با خواهرم کنار نمیام turn up turn up definition volume up بالا بردن یا زیاد کردن صدای چیزی turn up the tv i can't hear it صدای تلویزیون رو زیاد کن نمیتونم بشنوم turn down turn down definition volume down کم کردن صدای چیزی i asked him to turn down the music ازش خواهش کردم که صدای موزیک رو کم کنه. بچه به یه نکته توجه کنید فریزال ورپ های ترناب و ترنداون برای زیاد کردن و کم کردن صدای وسایلی مثلا مثل تلویزیون، رادیو یا صدای موزیک به کار میره. هرگز اینو برای یک شخص نمیتونیم به کار ببریم. این جمله اشتباهی که بگیم Can you please turn up؟ مثلا میخوایم بگیم به طرف میتونی یکم بلند صحبت کنی نمیتونیم بگیم can you please turn up get rid of get rid of something definition to remove something به معنی از شر چیزی خلاص شدن بچه‌ها دقت کنید اینجا وقتی من remove و میگم get rid of به معنای این نیست که فقط یه چیز رو دور بندازی میخوای از شهرش خلاص بشی ممکنه اون چیز رو دور بندازی ممکنه اگر لازم نداری به شخص دیگه ببخشیش پس اینطوری هم میتونه معنی بده مثال ها I have a lot of old clothes I want to get rid of من یه عالم لباس کهنه دارم که میخوام از شهرشون خلاص بشم I can't get rid of this headache نمیتونم از شهر این سردت خلاص بشم go over go over definition review بازبینی کردن مرور کردن I'm just going over these figures one more time من فقط دارم یه بار دیگه این ارقام رو بازبینی می کنم. Let's go over tomorrow's plan. باید نقشه یا برنامه فردا رو مرور کنیم. Hand in. Hand something in. definition to give something to an authority به معنای تحویل دادن چیزی به یک مقام بالاتر مثل معلم، استاد، افسر پلیس یا رئیستون میشه. به ها توجه کنید تا بیشتر براتون جا بیفته. Have you handed in your homework? آیا تکالیف تو تحویل دادی؟ I found a wallet on the street so I handed it in. من یک کیف پولی رو در خیابون پیدا کردم و اونو تحویلش دادم اینجا مشخصه که به پلیس تحویل دادم. و آخرین فریزل ور به این درس. Sleeping, sleeping. Definition: to sleep longer than usual. بیشتر از حد معمول خوابیدن. In the morning I normally wake up at six, but on the weekend I can sleep in. من معمولا صبح ساعت 6 از خواب بیدار میشم اما آخر هفته ها میتونم بیشتر از حد معمول بخوابم. He slept in till 9. اون تا ساعت 9 و بیشتر از حد معمولش خوابید. بسیار خوب به پایان یکی دیگه از ویدیو هامون رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو رو پسندیده باشین. اگه میخوای ویدیوهای کاربردی دیگه دیگم رو از دست ندی کانال رو سابسکرایب کن و حمایت کن تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.